علی اشرف درویشیان، سوم شهریور سال 1320 خورشیدی، در کرمانشاه در کوچه علاقه‌بندها به دنیا آمد. پدرش استاد سیف الله آهنگر بود، ولی دکانش را از دست داد و بعد شاگرد شوفر شد، باغبان شد، قصاب شد، بقال شد و خیلی شغل‌های دیگر را هم امتحان کرد. علی اشرف که فرزند بزرگ خانواده بود، از همان دوران کودکی برای امرار معاش و کمک به خانواده شروع به کار کرد. او 6 ساله بود که در دکان ریختگری دایی بزرگش شاگردی می کرد. مادرش زهرا سیگار قلم می زد و مادر بزرگش بیبی خیاط بود. بیبی اولین کسی بود که او را با افسانه ها و قصه های عامیانه آشنا کرد و بیبی حتی با اینکه بی سواد بود، داستانی از صادق هدایت به نام طلب آمرزش حفظ بود و اولین بار او بود که علی اشرف را با نام هدایت آشنا کرد. آنها بیشتر اوقات خانه به دوش بودند. درویشیان در مصاحبه با قابیل گفته: در سالهای ابری آن همه از خانه کشی های ما نوشتم و هرچه هم بنویسم باز دلم از آن رنج ها سبک نمی شود. اجازه بدین با این سوال شروع کنیم که اصلا چه حس و حالی شما رو به سمت نوشتن می کشون؟ بله، من مسائلی که موضوعاتی که در جامعه هم رخ می داد یا در جهان و من دل من به درد می آورد، تا وقتی به صورت داستانی درش نمی آوردم و نمی خواندمش آرام نمی شدم. اینها باعث می شد که چه در دوره معلمیم با دیدن بچه های بیچیز و مردم زحمتکش در جامعه و حوادثی که برایشان رخ می داد و هیچ جا به خاطر نبودن آزادی مطبوعات ذکری نمی شد، من اونا را به صورت یه داستان می گفتم که پخش بشه در جامعه ما، جامعه ما بدانن که در کجا زندگی می کنن، در چه شرایطی. این علت اصلی نوشتن من بود. اصولا آقای درویشیان، شما از این می‌نویسید که جامعه رو تغییر بدید یا اصلا با این نظر که ادبیات میتونه یه ابزاری باشه که بشه با اون جامعه رو تغییر داد موافقید؟ کاملا بله. نه تنها ادبیات، هر نوشته ای، هر کتابی برای تغییراتی است. هر گفته ای برای یه جور تغییرات در جامعه. معلمی که سر کلاس میره برای تغییر بچه ها میره، با سوادشان بکنه، این یه تغییره. منم اعتقاد دارم کاملا بله، و به این خاطر من دست به نوشتن زدم، چون برای مخاطب ارزش قائلم و سعی کردم که مخاطب را همراه خودم بکشم و احساس همدردیش را برانگیزم که به سمت یه تغییری شاید پیش بره و که در مبارزه اجتماعی شرکت کنه. بله. علاقه‌مندان به آثارتون یه سری عقیده دارن که سبک آثارتون ناتورالیستیه. یه سری دیگه هم میگن که آثارتون بیشتر رئالیستیه. شما خودتون با کدومش موافقید؟ من رئالیسم و ناتورالیسم با تقریبا یه روش میدانم مشخص که گاهی هم با هم اشتباه میکنن بعضی، اما رئالیسم به نظر من به دنبال تغییر و تحولاتی که در اجتماع رخ میده میره، ولی به دنبال تغییر و تحولاتی که علتش فعالیت های اجتماعی است، تغییرات اجتماعی است. اما ناتورالیسم به طرف تغییراتی میره که ژنتیک و طبیعی به نظر میرسه. مثلا اگر این اینجوره به خاطر طبیعتش اینطور مثلا بیچاره است. اما من هیچ وقت عقیدم مثل صادق چوبک نیست که ناتورالیسم نیست و زشت نگاری میکنه. هیچ وقت من زندگی را زشت ندیدم. بلکه زیبا دیدم. هر پدیده در زندگی برای من زیبا کرد. به قول مولانا میگه: پیش چشمت داشتی آینه کبود، زان جهت دنیا کبودت می نمود.
من آینه کبود جلو چشم نداشتم که دنیا را کبود ببینم. من به دنیا با زیبایی نگاه میکنم. وقتی دارم دنیا اینقدر زشتی داره که دیگه ما زشترش نکنیم. هنر باید زندگی را زیبا بکنه. این عقیده دارم. اما نوشته من رئالیستی هست. رئالیستی از نوع این که با تحولات فعالیت انسان هاست که زندگی زیبا میشه و متحول میشه. میشه سبک رئالیستی، واقعی نگاری. از وضعیتی که در حال حاضر توی ادبیات ایران هست، از وضعیت کنونی داستان نویسی، اون رو چجوری ارزیابی میکنید؟ نسل امروزی ما، نسل جوان ما بچه های بسیار باهوشی هستند، مستعد. من همه شهرستان ها برم بچه ها داستان هاشان هم میفرستن یا به ملاقات میان میخوانن. میبینم که واقعا چه استعداد شگفتی دارن و چقدر رو به تحول و پیشرفت میشن میرن. اما یه مانع بزرگ جلو راهشان هست و اون سانسور یا ممیزیه. اگر ممیزی و سانسور نباشه خوب پیشرفت میکنن، خوب جلو میرن، چه در ایران چه در خارج ایران. اتفاقا را که صحبت خارج آمد، ما این تفاوت را کاملا میبینیم که چرا بچه هایی که در خارج هستن مینویسن با آثارشان گاهگاهی به ایران میاد، میبینیم اینقدر پیش رفتن، چون اونجا سانسور نیست. حتی در بنگلادش، در ترکیه سانسور وجود نداره همسایه ای ما. اینه که نویسنده های بزرگشان جایزه نوبل میبرن، آزادن در گفتن و تصویر کردن زندگی، آزادن، هیچ دست و پاشون بسته نیست اونجا منوشتن. اینه که من رو به پیشرفت میبینم، رو به تحول و تعالی میبینم و خیلی خوبه و امیدوارم چون مبارزه میکنن، مینویسن. ولی خب خود شما توی بیشتر نوشتهاتون توی شرایط سانسور بوده و تونستید که حالا به هر طریقی از پسش بر بیارید. یا خب این یه استثنا نمیشه عمومیت بهش داد و قانون ازش درست کرد. این یه قاعده از استثنایی استثناس مسئله من قاعده نیست. اتفاقاتی در زندگی من افتاده و من مجبور کرده که بنویسم. تو زندان نوشتم، بیرون نوشتم، در حال تحول و مبارزه بودم دائم و این طرف و طرف دویدم، آثارم چاپ کردم و یواش یواش پیشرفت کردم. ولی این ممکنه برای همه نباشه. من در کرمانشاه مثلا کسی که بتونه زیر بال منه بگیره راهنمایی بکنه نداشتم. اما صمد بهرنگی در تبریز انواع و اقسام اسپانسرها داشت، به کسانی که زیر بالش بگیرن، از رفیقش بهروز دهقانی گرفته تا غلام حسین فرنود تا رحیم رئیسنیا تا خیلی افراد دیگری که واقعا کمک میکردن بهش. اما در کرمانشاه اینطور افرادی نبود. من در دانشگاه بسیار در تحول فکری من کمک کرد، چون استادان بزرگی که اهل ادبیات بودن مثل جلال آلمن در دانشگاه عالی و مثل استاد دکتر رضا براهنی در دانشگاه تهران که بخشی از زبان انگلیسی من با ایشان گذراندم و در تحول فکری من خیلی تاثیر داشت، و به خصوص مقالاتی که در روزنامه مجله فردوسی اون زمان می نوشت و ما می خواندیم و یک نوع تجزیه و تحلیل و تفسیر داستان‌های معاصر و شعر معاصر بود که بعداً به طور صورت دو کتاب مهم به اسم شعر و داستان نویسی، قصه نویسی منتشر کرد، خیلی در تحول فکری ما کمک میکرد. این بود. به طوری که به جرأت میتونم بگم که داستان نویسی دهه چهل در ایران بدون وجود دکتر رضا براهنی اصلا معنا نداره. او بود که راهنمایی میکرد قلمی، عزاز قلمی و با همکاریش با جلال آل‌احمد در نشریاتی که در می آوردن، جنگ های مهمی که در می آوردن، جهان نو و کتاب هفته، کتاب ما
با خانم دانشور که استاد من بود با در دانشگاه تهران و زیبایی شناسی و زیبایی شناسی در چین و خاور دور را درس میداد، چین و ژاپن و بودیسم و اینها را، و خیلی واقعا من اینا شانس بزرگی بود برای من روبرو شدن با اینطور استادانی که کتاب معرفی میکردن، راهنمایی میکردن و بحثشان همه ادبیات بود. جلال آل احمد خودش نویسنده بزرگی بود و توجه داشت به کارهای من. اینها من رشد داد. میگم ممکنه اینجور چیزی برای هر کسی رخ نده، واقعا پیش نیاد. یعنی جامعه متحول بود، دائم بحث بود. دانشگاه برای من فقط این که برم یه چند تا واحد بگذرانم نبود، دانشگاه آشنا شدن با چهره های مختلف بود. این بود می آمدن سر کلاس دکتر براهنی، جلال آل احمد می آمدن می گودن فلان فیلم را برید، فلان نمایشنامه را برید، فلان نمایشگاه نقاشی را برید، متحول باشید، جستجوگر باشید، کنجکاو باشید، به هر سوراخی سر بکشید اگر هنرمندید. و با دائم کارمان این بود، نه درس خواندن، فقط بشینیم یه چیز تئوریک و کلاسیک و این چیزا بخونیم. من بارها گفتم یه چیز را فراموش نکنم، فلسفه را حتما بخونم، حتما فلسفه را بخونم. اگر اشکالی در آثار ما ایرانی ها هست اینه که به اصطلاح تسلط رو فلسفه نداریم. من هم به همه جوان ها که کار پیش من میارم میگم که فلسفه چه خواندی؟ تاریخ فلسفه غرب خواندی؟ ترجمه چهار جلد مال برتران راسل، ترجمه خوب نجف دریابندری، اینا رو خواندی؟ برو بخون. شعر میگی؟ یک کتاب شعر هست چهار جلدی به نام تاریخ تحول شعر نو از آغاز و امروز، مال محمد شمس لندمگی که خودش هم شاعر خوبی است. خواندی؟ نخواندی؟ برو بخون، بعد شعر بگو عزیز من. اینا رو بخون، برو داستان نویسی که اونم چهار جلد نشد چشمه چاپ کرده از حسن میرآبدینی، بخون قشنگ بخون. او خودش کار 3-4 ساله او کتاب، چون مراجعی داره، پانوشت هایی داره که مراجعت میده به کتاب دیگه. برو بخون قصه نویسی براهنی را، بخون اینا را بخونید. بعد معنای رئالیسم معاصر جورج لوکاش را بخون، ترجمه زنده یاد فریدورد ساعده. بعد برو بخون اینا را، حتما بخونید.